و این شرایط نشون میده که آینده لیبی فلاکتبارتر از کشورهای مثل یمن و افغانستان و عراق خواهد بود. بله متاسفانه. در واقع باید گفت که قهرمان این واقعه لیبی یا این به اصطلاح انقلاب لیبی مردم مبارز لیبی نبودند. ناتو به فرماندهی آمریکا قهرمان اون. بله کاملا، یعنی شما اگر توجه کنید که من به نظر من زبانان تو لیبی خیلی خیلی در مدت کوتاهی متوجه خواهند شد که این نیروهای نظامی ناتو و نیروهای نظامی آمریکا علت اینکه اینا اومدن به لیبی به خاطر آزادی اینها نبوده، دموکراسی نبوده، بلکه به خاطر منافعی است که کشورهای ناتو به ویژه کشور ایتالیا و فرانسه و تا اندازه زیادی حتی انگلستان، ولی ایتالیا و فرانسه به اضافه خود آمریکا داره. اینها ببینید یک نظری هست که بالاخره آمریکا در سال 2003 به کشور عراق حمله کرد به خاطر نفت عراق، نه به خاطر اینکه صدام حسین دیکتاتور بود که بود، نه به خاطر اینکه صدام حسین مردمو میکشت که میکشت، بله، ولی اینها به خاطر نفت به عراق حمله کردن. بله ولی در مورد لیبی دو تا علت دیگری هم داره. یکی اینی که کشور لیبی دارای مرزهای بسیار بسیار مهم و طولانی با کشورهای آفریقای شمالی و آفریقای مرکزی داره، مثل کشور چاد و کشور نیجه و سودان. این سه کشور که همسایه های دیوار به دیوار کشور لیبی هستند دارای منابع عظیم نفتی و گاز طبیعی به اضافه دیگر منابع طبیعی هستند، مثل اورانیوم. نیجه دومین کشور بزرگ دارنده منابع بزرگ اورانیومه. بله. بعد از استرالیا، یعنی نیجه مقام اول حالا داره، استرالیا مقام دوم داره، کشور آفریقای جنوبی مقام سومو داره در داشتن مواد طبیعی، منابع طبیعی اورانیوم. خب این یه علت اضافیه برای لیبی. یعنی لیبی فقط نفتش نیست، بله نفت لیبی از کیفیت بسیار بسیار بالایی برخورداره، ولی علت دومش هم اینی که گفتم، این مرزهای این کشورهایی که با لیبی مرز دارن، مرزهای طولانی دارن و مردمانشون در همیشه در تماس بودن با هم دیگه، مردمان نیجه، مردمان چاد با مردم لیبی واقعا همون رشته های فرهنگی رو دارن، زبانی دارن، دینی دارن، که در ایران ما از یک سو با کشورهای ترکیه و عربی داریم و از سوی دیگه با کشورهای افغانستان و پاکستان داریم. این بقیتی کشور رو خیلی خیلی مهم میکنه که اعضایش، افرادش، جمعیتش با همسایگان اون کشور رابطه رشته های فرهنگی، تاریخی، زبانی و مذهبی و دینی داره که ایران داره با تمام کشورهای همسایش. بله. لیبی هم همون شرایط رو داره. منتها علت سومش که من شاید در گذشته، در همین دو هفته گذشته حتما صحبتش رو کردیم، اینی که دولت آمریکا در تمام قاره‌های جهان، 5 قاره جهان دارای ستاد رهبری نظامی است که به اسم سنترال کماند، ستاد مرکزی نظامی آمریکا. بله. که در کشورهای اروپا ما میدونیم که این ستاد رهبری
در کشورهای ایتالیا و فرانسه و آلمان، مخصوصا آلمان، بزرگترین بیمارستان نظامی آمریکا، بزرگترین بیمارستان نظامی آمریکا در خاک آمریکا نیست، در کشور آلمانه. بله. ستاد رهبری آمریکا در خاورمیانه در ترکیه است که عضو ناتو هم هست. بله. ولی ستاد رهبری نظامی آمریکا در کل خاورمیانه در ترکیه واقع شده. خب حالا آمریکا میخواد ستاد رهبری نظامی آفریقا را پیاده بکنه تو آفریقا، بیاره در اونجا مقر درست کنه. هیچ یک از کشورهای 57 کشور سازمان وحدت کشورهای آفریقایی، یک سازمان بزرگ تاریخیه، هیچ کدومشون بنا به علل مختلفی که واقعا ما فرصت نداریم صحبت بکنیم، هیچ کدومشون حاضر نشدن آمریکا مقر ستاد رهبری رو در این کشور، در اون کشور برقرار بکنه. بله، کشور بله. غنا، کشور سنگال، همیشون رد کردن. قذافی هم قبلا رد کرده بود. حالا دولت موقت میگه به خاطر قدردانی از اینکه آمریکا اومده اینها را به اصطلاح رها ساخته و کشورهای ناتو، از یک سو قراردادهای بزرگ نفتی رو بدون اینکه قانون اساسی خودشونو بنویسن، بدون اینکه مجلس انتخاب بکنن، هر روز قراردادهای بزرگ نفتی رو با کمپانی‌های بزرگ نفتی امضا میکنن و به آمریکا هم قول دادن که مقر ستاد رهبری نظامی آفریقا که متعلق به آمریکا خواهد بود و امروز در شهر شتوتگارت واقع هست، اون مقر فقط درست شده ولی در شتوتگارت آلمانه، در آفریقا نیست، از اونجا بیارم به لیبی. بله. این ترزم... علت سوم حمله آمریکا یا کشور ناتو به کشور لیبی است، در کنار قراردادهای کمپانی های نفتی آمریکا. بله کاملا درسته. یعنی نفت خیلی نقش بازی میکنه، همسایگان لیبی نقش بازی میکنن، به اضافه این مقر ستاد رهبری. بله. این باعث شد که آمریکا بیاد و روز روشن به کشور لیبی حمله بکنه. البته اینم باید توجه کرد که درسته که امروز آمریکا از نظر نظامی به اصطلاح بلا منازعه است، روز روشن به هر کشوری که میخواد حمله میکنه، قبلا اینجوری نبوده. بله بله. 50 سال قبل، 30 سال قبل آمریکا نمیتونست روز روشن بلند بشه به کشور عراق که به اصطلاح همزوار اتحاد جماهیر شوروی حمله بکنه، ولی امروز میتونه بلند بشه بره به کشورهای حمله میکنه که الان هم هنوز هم حمله میکنن. مثلا اخیراً نیروهای نظامی خودشون رو به کشور یوگاندا در شرق آفریقا فرستادن، یوگاندا. یا در کنیا و سومالی اینا نیروهای نظامی آمریکا که به اسم زنگهای نامرئی معروف شدن، زنگهای نامرئی آمریکا. زنگهای مرئیشون مثل عراق و لیبی و شاید افغانستانه، ولی زنگهای نامرئی داریم. امروز آمریکا در کشور بون بزرگی پاکستان زنگ نامری رو میبره جلو، ولی خیلی هم امکان داره که در همین ماهای آینده ما شاهد این بشیم که این زنگ هم مثل زنگ یمن که تا یک سال گذشته نامری بود، امروز مرئی شده. یعنی آمریکا میره روز روشن در کشور لیبی هر روستایی رو، هر شهری رو که میخواد بمباران میکنه. بله. این در مورد پاکستان هم صدق میکنه. یعنی خیلی خیلی امکان داره در 4 ماه آینده ما شاهد حمله نظامی مرئی آمریکا به کشور پاکستان بشیم. اینها درسته که از نظر نظامی نشون میده که آمریکا بلا منازعه، کسی از نظر نظامی فعلا یا نمیتونه یا
در حال حاضر فکر نمی‌کنن که باید جلوی آمریکا بایستن، مثل کشور چین مثلا. ولی یه واقعیت اینه که این نشون میده ضعف آمریکا را. آمریکایی که یک زمانی هژمونی فرهنگی داشته، دیپلماتیک داشته، هژمونی اقتصادی داشته، همش زور و زنگ و نظامیگری نبوده، امروز تمام اون ایده‌ها را از دست داده و این حمله‌ها و جنگ‌هایی که آمریکا میخواد در سراسر جهان برپا بکنه تهدید میکنه. مثلا دیروز لبنان رو تهدید کردن. خب آیا اینا میخوان بیان لبنان هم حمله بکنن؟ سفیرشون رو از سوریه خواستن که بیاد، سفیرشون برگشت. امروز دیگه رابطه آمریکا و کشور سوریه در سطح سفارتی نیست، به اصطلاح سفیرها را خوندن. خیلی خوب، اینا تمام علائم اینه که آمریکا قدر قدرتی نظامی خودش رو به رخ جهانیان میکشه، ولی در واقع از ضعفش هم ناشی میشه. یعنی آمریکا اون کشوری نیست که یک زمانی بدون فرستادن یک سرباز موفقی شد در کشوری مثل ایران، یک دولت بسیار بسیار دموکراتیک و محبوب و سرنگون بکنه. بله دقیقاً. این آمریکا امروز به جایی رسیده که برای اینکه یک کشور، یک نفر بن لادن رو که نامحبوبترین آدم بوده اونو بگیره دستگیر بکنه، 125 هزار نفر سرباز میفرسته به کشور افغانستان برای دستگیری یک نفر. و اون وقت تازه اون یک نفرم اگر شما توجه کرده باشید در افغانستان دستگیر نشد، در پاکستان دست بود. بله. تازه نه توسط 125 هزار سرباز آمریکایی، بلکه توسط یه بخش کوچیکی از افراد ویژه‌ای که برای CIA کار میکنن. خب این چرا شما رفتید به افغانستان در جستجوی بن لادن؟ بن لادن اصلا اونجا نبوده، تو پاکستان بوده همیشه، اونجا هم دستگیر شد، اصلا اونجا هم کشته شد و برخلاف حتی گذافی شما میبینید که به هیچ وجه عکسی از بن لادن دیده نمیشه. بله. یعنی آمریکا در این حال که قدر قدرتی خودشو به رخ مردم میکشه، در این حال نشون میده که این آمریکا، این آمریکای 30 سال 30 سال قبل اعتبار سیاسی خودشو، دیپلماتیک خودشو، فرهنگی خودشو، اقتصادی خودشو، اجتماعی خودشو از دست داده. فقط مونده مسئله نظامی، قدرقدرتی نظامیش و قدرقدرتی مالی. در واقع بانکای جهان رو در اختیار خودش داره. خب جوانان آمریکا امروز همین دو مسئله رو زیر سوال قرار دادن. در نزدیک به 300 شهرهای بزرگ آمریکا، شهرهای بزرگ و کوچک آمریکا، از شهر بزرگ نیویورک شروع شده تا میره به پایین پایین به اوکلند. بله در واقع هر رژیمی، هر جریانی، هر قدرتی که دست به زور زد و خشونت زد و کشتار، دقیقا نشان ضعفشه. یعنی دقیقا داره میگه که ناتوانی مدیریتی داره و ناتوان و ناتوانی در ارائه کار درست، به همین دلیل دست به زور میزنه دیگه. این قشنگ اون مرز توانایی و ناتوانی رو نشون میده. این زور نشون میده که اینا از ضعف خودشون دیگه حالا لشکرکشی و سرباز کشی بکنن، مگر اینکه حمله ها و حمله های نظامی بکنن و بمباران بکنن و مردم رو خیلی خیلی تاکتیکی و موقتی بترسونن. همین مردمی که روز بعدش دیگه از اون ترس و حراس هم میان بیرون و امروز در سراسر جهان علیه این صاحبان ثروت، صاحبان قدرت در آمریکا همه جا بلند شدن مردم.